یکی از وکلای مرجعیت شیعه در کانادا در بیت معظم الله در شهر مقدس قم حضور یافت. حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی الرومیسی با بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدظله دیدار و گفتگو کرد. وی گزارشی کوتاه از فعالیت‌های خود و از مجلس احیای شاعر اهل بیت علیه السلام به ویژه مراسم ایام فاطمیه در کانادا را به مرجعیت شیعه تقدیم کرد. معظم الله در این دیدار طی سخنانی با اشار به مشکلات شیعیان فرمودند امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه ما سلام با مشکلات بسیار زیادی روبرو بودند و پس از ایشان شیعیان آن حضرت نیز مصیبتها و آزارهای سختی را تحمل کردند و یکی از جرم های شیعیان داشتن نام علی بود مرجع علی با تاکید بر اینکه امروزه شرایط برای شیعیان به سختی گذشته نیز فرمودند در زمان حاضر ارزش این است که انسان به اهل بیت علیه السلام خدمت کرده و فرهنگ و آموزه های آنان را نشر دهد معظم الله ادامه دادند توجه داشته باشید هر فعالیت و اقدامی در راه احیای امر اهل بیت علیه و سلام و زنده نگاه داشتن شاعر مقدس حسینی و فاطمی داشته باشید الله زمینه را برای آینده تشیع در کانادا فراهم خواهد کرد ایشان افزودند آگاه باشید که اجر و مزد متناسب با سختی کار و مشقت است و باید توجه داشت که بر اساس حدیث قدسی خدای که صبحان آمدن به دنیا برای خوردن و نوشیدن و پوشیدن و آسایش نیست و این امور در بهشت یافت می شود ولی مردم در دنیا در پی یافتن آن هستند اما آن را نمی یابند آیت الله شیرازی تاکید کردند جوانان را دریابید و در جذب آنان به مسیر اهل بیت علیهم السلام بکوشید و بدانید جوانان هدف امواج گسترده فساد فکری، اخلاقی و اعتقادی هستند لذا از آنان در برابر لغزیدن به پرتگاه‌های ویرانگر فکری، اعتقادی و اخلاقی حفاظت کنید